سلام دوستان و همراهان، کنار هم هستیم با درس پنجم از سطح بی سوای سوای. اولین فعلی که امروز یاد میگیریم فعل ایدنتیفیزیرن هستش. ایدنتیفیزیرن به معنی شناسایی کردن و تشخیص دادن. ایدنتیفیزیرن یماندن آنهند زاینا فینگا ابدروکه ایدنتیفیزیرن، کسی رو بر اساس اثر انگشت شناسایی کردن. یماندن آنهند زاینا فینگا ابدروکه ایدنتیفیزیرن، کسی رو بر اساس اثر انگشت شناسایی کردن. این تشخیص دادن و شناسایی کردن رو از فعل ایدنتیفیزیرن گرفتیم. در آنشپروخ به معنی حق، یک اسم مذکر است به معنی حق. مثلا آنشپروخ آف یماندن اودر اتواس هبن، حق کسی رو داشتن یا حق چیزی رو داشتن. یدا آنگشتلت هات اینن آنشپروخ darauf gemäß seiner Qualifikation bezahlt zu werden. هر کارمندی این حق رو داره که مطابق با صلاحیتش حقوق بگیره. این حقی رو که کارمند داره رو ما با اسم Anspruch نشون دادیم. Jeder Angestellte hat einen Anspruch darauf gemäß seiner Qualifikation bezahlt zu werden. در بدرف هم باز هم یک اسم مذکر است به معنی تقاضا و درخواست. زمانی که شما یک نیازی دارید گفته میشه بدرف. ان دیزم پرودوکت بشتت گروسا بدرف، برای این کالا تقاضای زیادی وجود داره، درخواست زیادی وجود داره. در بدرف، تقاضا، درخواست، نیاز. ان دیزم پرودوکت بشتت گروسا بدرف، برای این کالا تقاضای زیادی وجود داره. Das Hauptmotiv به معنی انگیزه اصلی. Das Hauptmotiv انگیزه اصلی. I versucht و das Hauptmotiv seiner Tat، حسادت انگیزه اصلی کارش بود. I versucht و das Hauptmotiv seiner Tat، حسادت انگیزه اصلی کارش بود. دی هرده اسم مؤنثی هستش که معنی مانع و سد رو به ما میده. دی هرده مانع سد. دی لایفرین هت اله هردن فرخش اوبروندن، دونده تمامی موانع رو با موفقیت پشت سر گذاشت. تمامی سدها و موانع رو با موفقیت پشت سر گذاشت. دی هرده مانع سد، اینجا حالت جمعش اومده شده هردن. دی لایفرین هت اله هردن افرقش اوبروندن، دونده تمامی موانع رو با موفقیت پشت سر گذاشت. در کنوخن جاب دوستان به معنی کار طاقت فرسا و خیلی سخت است. کار دشوار رو میگن در کنوخن جاب. در کنوخن جاب. در بروف برگارابیتر ایست این کنوخن جاب. در بروف برگارابیتر ایست این کنوخن جاب. شغل معدنچی یک کار طاقت فرساست، یک کار دشوار هست. Der Beruf Bergarbeiter ist ein Knochenjob. Das Prestige یعنی اعتبار و آبرو. Das Prestige اعتبار آبرو. Wahrt sein Prestige، او از اعتبارش از آبروش دفاع میکنه. Wahrt sein Prestige، او از اعتبارش دفاع میکنه، از آبروش دفاع میکنه. دی شولد هم به معنی گناه و تقصیر هست. جرم. دی شولد گناه و تقصیر. Es ist nicht meine Schuld das nicht geklappt hat، این گناه من نیست که این به نتیجه نرسید. Es ist nicht meine Schuld، گفتیم Schuld معنی گناه یا تقصیر رو میده. این گناه من نیست. Es ist nicht meine Schuld. Die Zulassung به معنی پذیرش یا اجازه هست. Die Zulassung پذیرش، اجازه. Erhielt keine Zulassung für das Studium، او هیچ پذیرشی برای تحصیل دریافت نکردش. Erhielt keine Zulassung für das Studium، اون هیچ پذیرشی برای تحصیل دریافت نکرد. اجازه و پذیرش شد. Die Zulassung.
دوستان، صفت یا اجکتیو اکوت به معنی شدید هست. اکوت، شدید. This is problem with yet acute. این مشکل حالا شدید شده. This is problem with yet acute. این مشکل حالا شدید شده. اکوت صفتی هستش که معنی شدید رو به ما میده. و اما صفت انگیزن به معنی آبرومند و آدم محترم. انگیزن، آبرومند و محترم. This is eine انگیزن فامیلیه. اون یک خانواده آبرومنده، یک خانواده محترم هست. This is eine انگیزن فامیلیه. پس صفت انگیزن به معنی محترم و آبرومند. و صفت انزینلیش، صفت انزینلیش به معنی قابل توجه هستش. انزینلیش، قابل توجه، مهم. زی و این زی انزینلیش پرزون، اون یک انسان مهمه. زی و این زی انزینلیش پرزون، انزینلیش، قابل توجه، مهم. و صفت بلاسبار یعنی دارای قدرت تحمل. کسی که قدرت تحمل بالایی مثلا داره گفته میشه بلاسبار. بلاسبار یک صفته. مثلا دی بروک ایز نو ونیگ بلاسبار، پل داره قدرت تحمل کمیه. دی بروک ایز نو ونیگ بلاسبار، پل دارای قدرت تحمل کمیه. این دارای قدرت تحمل میشه بلاسبار. دی رشاشه به معنی پژوهش و تحقیق. دی رشاشه، پژوهش، تحقیق. Unsere Recherche zeigt, dass Fahrradfahren eine gesunde Tätigkeit ist. پژوهش ما نشون میده که دوچرخه سواری یک فعالیت سالمه. Unsere Recherche zeigt, dass Fahrradfahren eine gesunde Tätigkeit ist. پژوهش های ما نشون میده که دوچرخه سواری یک فعالیت سالمه، یا تحقیق ما نشون میده. Unsere Recherche. دی رشاشه، پژوهش، تحقیق. دی ویزیته، بازدید، ویزیت. دی ویزیته. دی ارستین ماخت گراده ویزیته، پزشک الان ویزیت میکنه. دی ارستین ماخت گراده ویزیته، پزشک الان ویزیت میکنه، بازدید میکنه من رو. من عزیزان، اینم از کلمات درس پنجم ساعت بی سوای. امیدوارم که با مثال ها به خوبی اونها رو یاد گرفته باشید. تا قسمت بعدی، خدا یار و نگهدار تک تک شما عزیزان.